آنچه را که کلام خداوند باز نسبت به ثروت ما رو من میکنه طمع هست. طمع به ثروت و پول هستش. مولوی میگه هر که را باشد طمع الکان شود، یعنی لال شود. با طمع کی چشم و دل روشن شود؟ اشاره کردن برادر عزیزمون، احساس کردم امروزم چقدر چه خبری شنیده برادر ما از شرایط ایران که خیلی ناراحت بودن. اما این یک حقیقت تلخ هستش عزیزان. کشور ایران کشوری هست که پر از منابع و معادن، کشوری هستش که شما تک تکتون و من اونجا سهمی داریم عزیزان. تمام کشورهایی که توی موقعیت اقتصادی سالم هستن و دولتمندان با انصافی دارن نسبت به اون معادن و منابع حق دارن عزیزان. درست اینجا خانه خدا، کلیسای خداست، جایی نیستش که ما بخوایم مبحث های سیاسی رو بگیم، اما اینا امور زندگی ما هستش. خواهر من نروژ زندگی میکنه، میدونید که نروژ هم نفت داره. میگه ما هر کدوم سهمی داریم و این سهم رو ما اعلام کردن و از نفتشون استفاده نمیکنن، اما میگه این ثروتی هست که برای ما اندوخته شده توی نروژ. من و بچه‌هام اونجا سهم داریم. از این رو بود که خمینی توی بهشت صحرا اومد گفت برق مجانی، آب مجانی، چون حقیقتا کشور ایران کشوری هست ثروتمند، اما متاسفانه با قولها و وعده‌هاشون اینها به مردم نه تنها دروغ گفتن، بلکه آنچه را که حق طبیعی هر انسانی توی کشور میتونه باشه از اون گرفتن، مانند خرمشهر رو، آبادان رو. کشورهای جنگ زده ما زندگی های خوبی ندارن. و بعد میشنویم آقای خامنه‌ای، فکر میکنم این برای 2 سال پیش بود، که نزدیک 100 میلیارد دلار ایشون سرمایه داره. که چرا باید یه چنین موقعیتی پیش بیاد؟ چون این ثروت اندوزی ایشون در مسیر هدف الهی و هدف عاشقانه به خدا نبوده، در مسیر فقط طمع نسبت به این که بتونه قدرت و توانایی داشته باشه. و حتما شنیدید عزیزانی که اصطلاحا میگن آقازاده، من مخالف هستم، نگیم آقازاده. آقا، من میدونم آذریای عزیز به پدر میگن آقا، منم به پدرم میگم آقا. آقا جایگاه محترمی داره. اینها ظلم کردن. من فکر میکنم فقط باید به اینها بگیم ظالم زاده، که اینها پراکنده دنیا شدن، با پول مردم، با ثروت مردم نیز به کشور ما آسیب زدن. و حتما میدونید 5432 تا ظالم زاده تو همین سرزمین آمریکا هستش، که اینها همه اینها درآمدشون 148 میلیارد دلار تو بانک دارن، به غیر از تمام آنچرا که به عنوان اموالشون مثل خانه و ماشین هست. چرا؟ اینها همون ظلمی هستش که متاسفانه در مسیر ثروتمند شدن انجام دادن. شاعر میگه اگر دلی را به ناله آری، زبرق آهش امان نداری. بلا در افتد به هرچه داری، که چوب یزدان صدا ندارد. چو آه مظلوم کند کمانه، سرای ظالم شود نشانه. چو برق بگریز از این میانه، که تیر آهش خطا ندارد. آنچه را که اینها دارن انجام میدن و انجام دادن، مسلماً یه روز چوبش را خواهن خورد. این گونه نیستش که ما میبینیم در خرمشهر، کشورهای جنگ زده ما، مردم آب خوردن ندارن. بعد اینها ظالمزاده هاشون توی دنیا پراکنده شدن و با ثروت آنچنانی دارن ظلم میکنن. پس کلام خدا این ثروت رو تایید نمیکنه، به هیچ وجه تحت تایید خداوند نیستش. برای نمونه در نامه یعقوب 5:4-6 این رو از کتاب هزاره نو براتون دارم میخونم، اعلام میکنه اینک مزد کارگرانی که در مزارع شما درو کردند و شما حیله‌گرانه از پرداخت آن سر باز زدید، کاری که خود این نظام کرده. چرا ما باید اینقدر اختلاف طبقاتی داشته باشیم؟ چرا باید اینقدر فقیر داشته باشیم؟ چرا تو کشوری مانند ایران باید کارتون نشین باشن؟ چرا باید تو قبرها بخوابن؟ به خاطر ظلمی که شده،
به خاطر که حقوقی که لازمه زندگی اون شخص بوده به اون داده نشده. و اعلام میکنه بر ضد شما فریاد برمی آورد، آری فریاد دروگران به گوش خداوند لشکرها رسیده است. آمین که رسیده. ما هم فریاد شدیم با ملت ایران. شما بر زمین در تجمل و هوسرانی زندگی کردید. این کار رو کردن. برید ببینید چه ماشین هایی دارن. خیلی جالب هستش وقتی مردم معترض میشن، اینها کلیپ های کوچیک درست میکنن. حتما همتون روی اینستاگرام، روی تلگرام، روی فیسبوک دیدید که اینها نشون میدن که خونه های آنچنانی بیرون از ایران و در ایران ماشین های آنچنانی دارن و میگن مال ماست، میخواد چیکار کنید. یعنی دارن در اصل به نوعی مردمی که معترض هستن رو اونا توی مبارزه میخوان بیارن. و اعلام میکنه و دلهای خود را برای روز کشتار پروار ساخته اید. کلام خدا داره به ظالمین میگه مرد پارسا را که با شما مخالفتی نمیورزید. الان تمام کسایی که دارن مبارزه میکنن توی ایران، هیچ کدوم اینها اصلا اگه بهشون بگید بعد از این حکومت چه حکومتی میخواید، میگن نمیدونیم. و واقعا نمیدونن. مگه چقدر از ایرانی الان سیاسی هستن؟ اصلا اینقدر مشغول بودن که سیاسی نتونستن بشن، درباره سیاست فکر کنن. اینا حقیقتا همون آب خوردن رو میخوان که ما اینجا به راحتی میتونیم اون آبو داشته باشیم. ما میریم اینجا آب میخریم، لذا آب ما هزار برابر بهتر از آبی هست که تو لوله کشی شهرهای جنگ زده هست. ولی ما به راحتی میریم اینجا آب میخریم میخوریم. ولی اونها به خاطر آب، به خاطر شرایط زندگی ساده شون معترض هستن. یک بار دیگه میخونم، اعلام میکنم مرد پارسا را که با شما مخالفتی نمیورزد محکوم کردید و به قتل رسانیدید. و شنیدیم که چقدر ایرانی ها به خاطر اعتراضی که داشتن متاسفانه قتل عام شدن. ثروت و علم هر دو در مسیر عدالت میتونه برای همه مفید باشه، مشروط بر این که عزیزان اولین اقدام کننده خودمون باشیم نسبت به امور زندگی، و بعد اگر جایی میبینیم ظلمی هست، ما به عنوان ایمانداران مسیح میباید اعتراض بکنیم. ما نمیتونیم سکوت کنیم. سکوت ما در برابر ظلم و ستم ما رو ریاکار خواهد کرد. یعنی ما مسیحیایی هستیم که تصور میکنیم که ملکوت خدا برای ما باز شده، خوشی و شادی اینجا هست تا بریم. پس صلیب کو؟ با صلیب چه کار کنیم؟ صلیب ما همین هست که کنار مردم بیستیم، حداقل دعا کنیم برای سرنگونی نظام. اقدامی نیز داشته باشیم تا اون موقع کنار خود عیسی مسیح باشیم. چارلی چاپلین نیز اعلام میکنه یک سیب افتاد و جهان از قانون جاذبه با خبر شد. میلیون ها جسد افتاد ولی بشر معنی انسانیت را درک نکرد. مبادا ما این گونه باشیم و در این مسیر نیز آنچه را که از طرف خدا کسب کردیم به عنوان عدالت و انصاف در ما نباشه و ما بی توجه بشیم به مردمانی که چه بسا ما میتونستیم جزو اونها الان باشیم و تو درد و رنج باشیم.